سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. بریم سراغ ادامه بحثمون و رسیدیم به اینجا. من یه جدولی دارم اینجا دوستان به نام Fact Table Returns که در حقیقت اجناسی که برگشت خورده حالا به انبار به هر دلیلی رو اینجا لیستش رو دارم، چه تاریخیه، در حقیقت تریتوری کیرم دارم، پروداکت کیرم دارم و ریترن کوانتیتی و تعداد اون کالایی که برگشته. میخوام این میجر درست کنم که این میجره مجموع تعداد کالاهای برگشتی رو حساب کنه. خیلی ساده است، یعنی چیز سختی نیست. میام اینجا تو دقیقاً اینجا کالکشن میجر زدم، یه دونه نیو میجر میزنم و میرم سر نوشتن فرمولش. فرمولش خیلی ساده است، اسمش چی بود؟ میزنم توتال returned QTY مثلا. خب چون مجموع میخوام میشه سام، مجموعه میگم برو تو جدول فکت تیبل ریترنم. خب چی رو جمع بزن؟ ریترن کوانتیتی رو جمعش رو برمان حساب کن بیار، اینتر میشه میجری که ما میخواستیم. خب من اومدم تعداد کل در حقیقت برگشتی رو حساب کردم. خب حالا میخوام برم مبلغ کلش رو حساب کنم چقدره. مبلغ باید چجوری حساب کنم؟ باید بیام این یک رو ضرب در قیمت این کالا بکنم، به اضافه این یک ضرب در قیمت این کالا، به همجوری به ترتیب بیام پایین. چجوری کار انجام میدادیم؟ با سام ایکس، یعنی سام ایکس بود که دقیقاً یه همچین کاری انجام میداد. توی ردیف یه اکسپرشن رو اجرا میکرد، جمع میکرد با ردیف بعدی. خب میام اینجا دوباره نیو میجر رو میزنم. خب میگم توتال ریترند ولیوز برابر است با سام ایکس. برو تو جدول فکت تیبل ریترنز، یک اکسپرشن رو حساب کن. چه اکسپرشنی؟ تو همین جدول فکت تیبل ریترنز کوانتیتی رو ضرب در جدول ریلیتدش، چه جدولی؟ دیمه پروداکت پرایس. برای اینکه زن خوشگل بشه ببریمش توی دکس فورماتر، اونجا سر خوشگل ببینید اینو. میارم میذارم اینجا فرمتش کن برام. خب این کلیت فرمولشه، کپی میکنم میام اینجا پیس میکنم، یه اینتر میزنم و خلاص. توتال ریتن ولیوز هم اینجا بر من اضافه شد. میجر بعدی که میخوایم درست بکنیم، میخوام ریت برگشتیمو محاسبه کنم. ریت برگشتی یعنی چی؟ یعنی مجموع کالای برگشتی تقسیم بر مجموع کالای فروخته شده. خیلی ساده است. ریترند ریت مساوی است با دستور دیواید. همیشه این کار انجام میدیم، درس قبل روش صحبت کردیم. میگم کل جنس برگشت شده تقسیم بر کل جنس فروخته شده، یه صفر هم میذارم اگه خطا داد جزش صفر بذاره، اینتر رو میذارم. فرمت شما اگه خواستید بکنید به این صورت میشه. خب اینم نرخه کالای برگشتیمون. حالا میخوام برم اینا رو به تفکیک در حقیقت کشور دارم ببینم. خب بریم با هم دیگه ببینیم چجوری میشه. برمیگردم اینجا، همین جدولی که داشتم خوبه. اینا رو من برمیدارم، توتال ریوینیو رو میذارم بمونه. خب این توتال ریوینیو رو بچه به نظرم میتونیم به صورت مبلغی نشون بدیم، پولی نشون بدیم. چجوری این کار میکنیم؟ توتال ریوینیو رو انتخاب کنید، این بالا این علامت دالر رو بزنید، بعد بکنید صفر رقم اشار. به این صورت مشکل تر میشه. خب بیام اینجا، یعنی ببندم
اول چیزی که میخوام ببینم این که توتال ریتن ولیو چقدره. توتال ریتن ولیو اینو تیکش رو میذارم. این هم به صورت پولیش کنید بچه ها، مثل بغلیش اینو بزنید، بعد یه دونه اوتو رو بذارید صفر. تمام. بعد مجموع تعداد فروخته شده اوکیه، مجموع تعداد برگشت شده و نرخ برگشت میشه ریتن ریت هم که اینه. این هم به صورت درصد نمایش بدید، انتخابش بکنید، بذارید رو درصد به این صورت، حالا با هر چند رقم اشاری که خودتون تمایل دارید. خب این ریتن ولیو رو اسمش رو عوض کنیم، بکنم توتال ریفاند، مبلغی که برگشت دادیم، اینجوری اسمش قشنگ تره. توتال ریفاند که اسمش با مسماتر باشه. خب حالا میخوام نرخ ریفاند رو حساب کنم، یعنی نسبت توتال ریفاند به توتال ریوینیو رو میخوام ببینم چقدره، بعد اینجا نمایشش بدم. یه میجر جدید درست میکنم، خیلی ساده است با دیواید این کارم شکرد. ریفاند ریتز مساویس با دیواید، میگه چی رو به چی تقسیم کنم، میگم توتال ریفاند رو تقسیم کنم به توتال ریوینیو، اگر خطا داد صفر بذار، اینتر. اینم بذاریم اینجا نمایشش بدیم. ببخشید اینجا توتال ریفاند هم ریفاند ریت هم اینجا نمایش بدیم. اینم بذار بکنم به درصد که مثل بقیش رقم اشاراش هم بکنید صفر، حتی صفر که نه دو، بذار بیشتر بکنیم، یکی دیگه هم بزنیم بشه دو، دو رقم اشار. بسیار عالی. اینم از نرخ ریفاندمون، نرخ برگشتمون، نرخ ریفاندمون که البته درصد باید نشون بده. چرا رفته رو دالر ساین؟ این باید این باشه. اوها الان شد، چون داشت دلار نشون میداد. خب اوکی، 3% هم نرخ ریفاندمونه، 2% نرخ برگشتیمونه. خب اینم از این، برای این جلسه فکر کنم کافی باشه. بریم بیام، میخوام یه جلسه راجع به بحث کانت صحبت بکنیم توی دکس، فرمول هایی که مربوط به کانته. فعلا خدافظ.